m'entendez bien? Bah alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc la fille de Naïdé, je suis vice-présidente de cette association. Et en 2008, mars 2008, lorsque j'ai compris les besoins culturels de ma mère, je lui ai suggéré de créer cette association. Et quand je vous vois tous aujourd'hui réunis ici, je vois que c'est un succès après 6 années. Malheureusement, ma vie personnelle m'a obligée parfois à ne pas pouvoir être tout le temps ici et accompagner ma mère dans cette aventure. Mais aujourd'hui, je vous remercie tous d'être là. L'association culturelle est une association indépendante, à but non lucratif, apolitique et dénouée de tout caractère religieux. Aujourd'hui, comme l'a dit maman, on célèbre notre 6e anniversaire. On a eu 56 conférences et 250 séminaires de cours de persan ici. Donc je vous remercie et je vous souhaite un happy Nowruz. Quelle mère, quelle fille. Hein. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. On a un super nouveau micro. Non, qui marche pas bien. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. درود بر دوستان عزیز و اعضای محترم انجمن فرهنگ آزاد. فرخنده نوروز باستانی، این آیین کهن نیاکانی از راه میرسد و جنبش باد بهار مژده نو شدن طبیعت و تجدید حیات زمین را در جانها و دلها جاری می سازد. امسال تحویل سال روز چهارشنبه 20 مارس خواهد بود، ساعت 12:13. پیش نوروزی به شما عزیزان خوش باد. نوروز پیروز و آغاز سال 1399 خورشیدی را به شما 1392 خورشیدی 92 خورشیدی را به شما دوستان گرامی شاد باش میگویم. برای همگی در این سال تندرستی و شادی آرزو میکنم. به امید بهار آزادی میهن عزیزمان ایران، نوروز خجسته باد. نوروز عزیزمان خجسته باد. نوروزتان پرگل و شکوفه باد. خب امروز جشن نوروزی امسال رو با منشور آزادی حقوق بشر کوروش بزرگ شروع خواهیم کرد. در سال 1392 امیدواریم با منشور آزادی کوروش بزرگ دنیا صلح جهانی داشته باشد و میهن عزیزمان ایران آزادی کامل. انسان ها یک زندگی دارند، ولی اشیایی رو که از خود باقی میگذارند یا کاری رو که باقی میگذارند میتواند چندین زندگی داشته باشد. همچنین است منشور آزادی کوروش بزرگ که قرنها نماد آزادی در دنیا بوده و امسال به خصوص سال 2013 بسیار زیاد در این مورد صحبت شده و امیدواریم که صلح جهانی به اسم کوروش بزرگ برقرار بشه. ما همگی فرزند کوروش بزرگ هستیم. اولین منشور حقوق بشر توسط کوروش بزرگ در سال 539 پیش از میلاد در بابل برای آزادی ملل صادر شد و هم اکنون در سراسر جهان الگوی حقوق بشر قرار گرفته است و نماد هنر رهبری و کشورداری می باشد. به امید اینکه منشور حقوق بشر کوروش بزرگ در این سال جدید 1392
آزادی و صلح جهانی بیاورد. برای میهن عزیزمان و همه کشورهای دیگر جهان، ایران و ایرانی همیشه پیروز است. کوروش بزرگ بنیانگذار نخستین فرمان حقوق بشر در جهان که روی استوانه‌ای نوشته شده، این شیعی که از ایشون باقی مونده و قرنها زندگی کرده، باب تازه‌ای در آزادی مردم گشود، نسیم صلح، شادی، نیکی و برابری در کشورها وزیدن گرفت، شهرها از قتل و غارت و آتش نجات پیدا کردند. همینطور خواهد شد در سال جدید. Je vais faire une course, un court résumé pour ceux peut-être qui ne comprennent pas. Non, je vais lire en français aussi, mais il semblerait que je parle un peu vite. Je vais essayer de parler un peu moins vite. Donc pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Nowruz est une très ancienne tradition iranienne, perse, qui rappelle le temps de l'Iran et de la mythologie, l'Iran d'Ahura Mazda, l'Iran du dieu lumière, du dieu soleil et du dieu du feu. Nowruz signifie la nouvelle année, commence le premier jour de l'année, le premier jour du printemps, le 21 mars. Le passage à la nouvelle année se fait exactement au moment de l'équinoxe.